تتلو بالاخره حمله پلیس به خونش برای بازداشت شدن و فرار کردنش رو تایید کرد. با ما همراه باشید، آخرین جزئیات ماجرای خانه وحشت تتلو رو بهتون میگم. فیلم‌های جدیدی که از آزار دختران توی این خونه توی فضای مجازی لو رفته رو هم با هم تماشا می‌کنیم. همینطور صحبت‌های تتلو رو هم در مورد احتمال دیپورت شدنش به ایران و بازداشت شدنش توسط پلیس ترکیه رو هم با هم می‌بینیم و می‌شنویم. تا پایان رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب توی چند هفته اخیر بعد از افشاگری سحر قریشی در مورد ویلا یا همون خونه وحشت تتلو در استانبول ترکیه، افراد مختلف در مورد تتلو دست به افشاگری زدن و خیلی از دوستان نزدیک تتلو هم حتی این ماجرا رو تایید کردن. حتی روز گذشته چند تا ویدیو از آزار و شکنجه دختران در ویلای تتلو لو رفت و توی فضای مجازی خیلی وایرال شد که قضیه رو بیشتر از قبل تایید میکرد. از طرف دیگه امیر دیوا، آهنگساز، تنظیم کننده و دوست قدیمی تتلو که توی سالهای اخیر هم توی ویلای تتلو در استانبول ترکیه حضور داشت و رفت آمد میکرد، این ماجرا رو به صورت غیر مستقیم تایید کرد و ادعای سحر قریشی رو در مورد آزار دختران تایید کرد. حتی در مورد دلیل اینکه این همه مدت سکوت کرده گفت که من نمیتونستم توی اون تایم دخالت کنم و اگه دخالت میکردم با شناختی که از تتلو دارم میدونم که ممکنه اتفاق بدتری میافتاد، چون تتلو آدم جوگیری و هر کاری ازش بعید نیست و ممکنه هر کاری انجام بده و اتفاق بدتری میافتاد. اما گفته میشه دختران زیادی شکایتهایی رو علیه تتلو در پلیس ترکیه به ثبت رسوندن و همینطور رسانه‌ای شدن این قضیه باعث شده که پلیس امنیت ترکیه هم به این ماجرا ورود کنه و تحقیقات اولیه‌اش رو شروع بکنه. یکی از خبرگزاری‌های معتبر ترکیه هم گزارش داده که پلیس این کشور در پی انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی و گزارش‌های از فعالان حقوق زنان توی ترکیه تحقیقاتش رو در مورد منزل مسکونی امیر تتلو، خواننده ایرانی در شهر استانبول آغاز کرده. توی این ویدیو و بسیاری دیگر از ویدیوهای خبرساز، افرادی ادعا کردند که دختران جوان و نوجوان زیر سن قانونی حتی در منزل این خواننده مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتن. سحر قریشی، بازیگر ایرانی، بیشتر با انتشار ویدیویی این جریان رو تایید کرد و افشا نمود که توی خونه تتلو مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته. به مرور برخی اطرافیان پیشین تتلو هم با انتشار ویدیوهای مشابه به این موج دامن زدند. حالا اما برخی ویدیوها به صورت علنی از سوی نزدیکان این خواننده نشر داده شده که شبهات را حتی بیشتر هم میکنه. پلیس ترکیه اعلام کرده تا نتیجه قطعی از تحقیقات امکان دسترسی رسانه‌ها به این پرونده محدود خواهد بود. امیر تتلو به دلیل پرونده رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی توی بسیاری از کشورهای جهان امکان دریافت ویزا و کنسرت‌هاش رو نداره. واسه همین هم هستش که توی سالهای اخیر فقط توی شهر استانبول ترکیه و چند تا از شهرهای دیگه ترکیه کنسرت برگزار کرد. حتی کنسرت آلمانش علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که شد و حتی بلیت فروشی هم انجام گرفت عملی نشد و حتی تتلو نتونست از ترکیه خارج بشه و به آلمان سفر بکنه، چون بهش ویزای شنگن و ویزای اروپا رو نداده بودن و امکان خروج از ترکیه براش وجود نداشت، که خب دلیلش پرونده‌های قضایی هستش که به صورت بین‌المللی علیه تتلو توی جوامع بین‌الملل ثبت شد. اما بالاخره بعد از چند روزی که شایعاتی در مورد ورود پلیس ترکیه به این پرونده و حتی حمله به خونه تتلو و بازجویی و تحقیقات اولیه توی رسانه‌های مختلف مطرح شده بود، تتلو خودش نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و خبر ورود پلیس ترکیه به این ماجرا رو تایید کرد. اون توی پستی توی کامیونیتی یوتیوب شب گذشته نوشت: پلیس رفته در خونه من، ایجاد ترس و استرس کرده. من خونه نبودم. گفتم اگه من نبودم بدونید. بنده 5-6 ساله، بلکه من بیشتر، اینجا فقط تو خونه نشستم و کنسرت گذاشتم و زحمت کشیدم. حتی یه بیرون نرفتم، ولی 2 هفته بی خود منو زندان کردن و یه معذرت خواهی هم ازم نشد هیچ. این وسط یه چیزی هم بدهکار شدم. الانم پاشدن رفتن دم خونم و به کارگرم تو خونه استرس دادن. این یعنی چی دیگه؟
اگه من یه وقت خونه بودم و اتفاقی افتاد لایف میذارم که همه چی رو لایف ببینید. یکم جنایی حال کنیم. زندگی خیلی چیز شده. چند تا از تتلیتی های پسرم بیان اطراف خونه وایسن، یواشکی و دست به فیلم باشن که موبایل منو به هر دلیلی گرفته شد یا لایف قطع شد، فیلم همه چی رو داشته باشیم. این بار باید مثل این که دست پلیس رو هم که چرا این همه پول از من گرفتن تو ترکیه و این همه پول ازم رفته و چرا نمیذارن کنسرت بذارم، چرا یه اقامت ساده به هم نمیدن و چرا سر 4 تا فلان معلوم الحال که توضیحش هم دادم 1000 بار و برای هر خواننده این قصه ها هست 10 بار اومدن خونه منو تولید استرس و خیلی چیزای دیگه کردن. اینا رو می نویسم چون این بار قرار نیست روی خوش نشون بدم. این بار می خوام داستانا بیخ پیدا کنه. حالا هر اتفاقی بیفته فیلمش هم هست، خودتون می بینید. شاعر میگه گر جهنم می روی مردانه رو، بدان که جهنم را داغی معناست و جنگ را خون. من نمیفهمم 5 سال ما اینجا عین خر داریم کار میکنیم. حتی یه کلاب نرفتیم، یه بیرون نرفتیم که ترافیک ایجاد کنیم. حتی پولمونم ندادن بابت هیچ کنسرتی. یه بار پلیس نیومد وسط. یه قرون پول نمیدن برامون. ماشینمونو گذاشتیم فروش، نه پولشو میدن نه ماشینو. 20 تا خونه عوض کردیم. اونا اولا 10 برابر حساب کردن، دوما دیپوزیت و یکیشونم پس ندادن. یه اقامت نداریم که بتونیم بریم از کشور بیرون و کنسرت و فلان. من میخوام هرچه سریعتر تو استانبول کنسرت بذارم. کنسرت گذاشتم هم بدون شک یه استانبول کمک میکنم و اشتغال زایی میکنم و تمام مالیاتاش هم پرداخت میشه. پس من کار مفید میخوام بکنم. باید سریع کنسرت بذارم چون هیچ پولی برام نمونده که حتی پول آب و برقمو بپردازم. من پول احتیاج دارم، اونم برای اینکه در گرونترین جای ترکیه خرجش کنم، نه توی کشور دیگه. و دارن میبینید که زندگی و تمام مخارج من در استانبول هست. چطور حرف دخترای هوادار منو گوش به گوش شما میرسه و حرف من نمیرسه؟ من باید کنسرت بذارم، من خرج دارم. و خلاصه که کلی صحبت دیگه هم کرد و خواست مثلا به پلیس ترکیه و دولت ترکیه نشون بده که برای این کشور بیشتر از این که ضرر داشته باشه سود داشته. ولی خب صحبتی در مورد این که این حواشی که اتفاق افتاده واقعیت نداره انجام نداد. یعنی گفت من این شکنجه ها رو انجام دادم ولی خب از اونور مالیات رو به ترکیه پرداخت میکنم، پس ترکیه نباید من رو زندانی بکنه یا به ایران دیپورت بکنه. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون آیا واقعا پلیس ترکیه به این قضیه ورود میکنه و آیا برای تتلو اتفاقی قرار بیفته یا نه؟ آیا تتلو هم مثل میلاد حاتمی قرار به ایران دیپورت بشه و یا داخل زندانهای ترکیه بیفته؟ حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و به همون بگید آخر عاقبت تتلو چی میشه؟ یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.